با سلام، من مهدیسه آسوده هستم، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی. امروز میخوام براتون در مورد تغذیه در سلیاک صحبت بکنم. شاه کلید کنترل عوارض سلیاک رعایت نکات تغذیه ای هستش. سلیاک چه بیماریه؟ سلیاک بیماریه که افراد تحمل پروتئین گلوتن گندم رو ندارن، که البته فقط گندم نیست، در مورد جو، چاودار و چاودون هم همینطوره. در نگاه اول ساده به نظر میرسه، ولی وقتی دقیق تر نگاه میکنیم میبینیم در اکثر محصولات از جمله همین نان گلوتن وجود داره. در نتیجه فرد در ابتدای رعایت رژیمش احتیاج به کمک خانواده و بستگانش داره. ممکنه در مهمانی ها یا جاهای مختلفی که میره به افتادن با شرایطی کم براش سخت باشه، اما کم کم عادت میکنه. تمام موادی که بسته‌بندی هستند و صنعتی هستند باید به دقت در چسب تغذیه ایشون خونده بشه و صریحا اعلام بشه که این محصول فاقد گلوتن هست، تا شخص سلیاکی بتونه به راحتی از اون استفاده بکنه. خب حالا به جای آرد گندم از چه آردی میتونن استفاده بکنن افراد سلیاکی؟ میتونن از نشاسته لوبیای سویا، از آرد برنج، آرد ذرت، نشاسته پاپیرو، پودر نشاسته سیب زمینی و آرد گندم سیاه استفاده کنن، که البته خب خیلی پیش میاد که آرد گندم سیاه رو با چاودار اشتباه میگیرن که اینطور نیست. درباره لبنیات در افراد سلیاکی به چه صورت باید عمل بکنیم؟ ببینید، در مراحل فعال بیماری، یعنی کسایی که تازه متوجه شدن بیماری دارن و به علت مصرف گلوتن در حال حاضر عوارض گوارشی دارن، در این زمان خیلی از افراد دچار عدم تحمل لاکتوز میشن، چون بسیاری از پرس‌های رودشون از بین رفته. بنابراین در زمان فعال بودن بیماری موقتاً لبنیات و خصوصاً شیر حذف میشه و طبق تجویز پزشک مکمل دریافت میکنیم. زمانی که بیماری کنترل شد میتونیم به تدریج کم کم اضافهش بکنیم، یعنی که از شیرهای بدون لاکتوز استفاده کنیم و در کل میزان لاکتوز ماست و دوغ به مراتب کمتر از شیر هست. سوال میشه درباره نوشیدنی ها به چه صورت هست؟ خب محصولاتی که از انگور تهیه میشن مشکلی ندارن، ولی محصولاتی که از جو تهیه میشن، حتی سرکه‌ای که از جوی تخمیر شده تهیه شده ممنوعه. نوشیدنی های مالت هم ممنوع هستند، مگر اینکه صراحتا اعلام بشه که فاقد گلوتنن. درباره نوشیدنی های تقطیری هیچ مشکل و منعی وجود نداره. در خصوص مصرف جوی دو سر، خودش به خودی خود در صورت استفاده میزان مشخصی مشکل ساز نیست، ولی مثل لبنیات در زمان فعال بودن بیماری باید قطع بشه و حتی اکثر میزان مجاز استفاده از جوی دو سر 50 تا 60 گرم. اگر با مصرفش دچار مشکل شدیم یا بیشتر از 50 تا 60 گرم استفاده شده، یا اینکه همراه با ناخالصی بوده، یعنی در مزرعه یا هر جایی که تهیه شده یک یا چند تا مثلا دونه گندم وارد این جوی دو سر شده که باعث بروز علائم گوارشی میشه. یه سری از افراد هم میگن که خب ما ناخنک میزنیم و چیزی هم نمیشه. ببینین، حتی اگر علائم بالینی دیده نشه، ولی علائم بافتی حتما وجود داره و در بلند مدت شما دچار سوء جذب میشین و اون پوزهای روده حالت طبیعی خودشون رو از دست میدن. علارغم رعایت رژیم ممکنه باز هم علائم نشون داد. در هر 100 نفر 5 نفر این احتمال رو دارن. چرا؟ چون گاهی ممکنه تشخیص اشتباه بوده باشه، که خب خیلی خیلی نادره همچین موضوعی، و تقریبا در 90% افراد به این صورت هست که دارن آگاهانه یا ناآگاهانه از منابع گلوتن استفاده میکنن. آگاهانه یعنی خودش مصرف میکنه ولی انکار میکنه، و ناآگاهانه یعنی منابع پنهان گلوتن. مثلا شما جایی میرین کوبیده میخورید و خب تصورتون اینه که گوشت و پیازه و مشکلی برای فرد سلیاکی نداره. فشاتی در اکثر جاها به مواد کوبیده مقداری خب نون خشک یا آرد هم اضافه میکنن. به همون بحث روغن، که خب غذای فرد سلیاکی رو در روغنی آماده میکنن که قبلا در اون روغن موادی با منابع گلوتن طبخ شده، که خب میتونه در فرد سلیاکی باعث بروز علائم گوارشی بشه. پس باید حواستون به اون دریافت پنهان گلوتن باشه. موارد نادری هستن مثل رژ لب، خمیر دندان، داروها که ممکنه داخلشون منابع گلوتن باشه و باعث بروز علائم گوارشی بشن. کودکانی که مبتلا هستن دستشون خمیر بازی ندین، چون که حاوی منابع گلوتن هستن و باعث بروز علائم گوارشی میشه. در مورد میوه ها که فقط در زمان فعال بودن بیماری باید دقت بشه و در سایر مواقع منعی در مصرف میوه ها وجود نداره. از شروع تشخیص و رعایت رژیم چقدر طول میکشه که عوارض از بین بره؟
در افراد مختلف متفاوته، ولی 70% افراد بعد از 2 هفته علائمشون رفع میشه و 30% میمونه که ممکنه تا چند ماه طول بکشه. این اجرای اولیه این رژیم خیلی سخته، ولی به مرور زمان که عادت میکنین کاملا راحت میشه. اینکه میشه یکم خورد یا نه، خب به هر فرد بستگی داره، چون میزان تحمل گلوتن در افراد مختلف متفاوته. بعضی از افراد هستن که چند تا مولکول گلوتن هم اگر در غذا وجود داشته باشه علائم گوارشی میدن. خب بعضی هم هستن تا 100 میلی گرم، یعنی به عنوان مثال تا یک بند انگشت نون مثلا میتونن بخورن و مشکلی پیش نمیاد براشون. ولی خب یه بند انگشت نون واقعا چیزی نیست، پس در واقع میتونیم بگیم که نه، شما نمیتونید ناخنک بزنید، شما باید رژیمتون رو کاملا رعایت بکنید اگر یک فرد سلیاکی هستید. خب امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشه. اگه اینطور هست این مطلب رو با دیگران به اشتراک بگذارید. ممنونم ازتون، شاد و سربلند باشید.